کلو بابا زخمی زخمی وطن هیواد لا نور هم مختت للغوڑی لخطی زتر ویدی زای لجنوب تر شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال لخطی زتر ویدی زای لجنوب تر شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما، امید که خوب صحتمند و سرحال هر جای که هستین همیش خوشحال و آرام باشین. بازم خوشبختانه که من احمد نوی ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم. بیننده های عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، امارات اسلامی افغانستان بالخصوص معاونیت اقتصادی رئیس الوزراء ملا عبدالغنی برادر کوشش میکنه که در قسمت اقتصاد و همچنان تجارت راه‌های ترانزیتی ما پیشرفت داشته باشیم. به می اساس ملا عبدالغنی برادر سفر کرده به کشور ایران تا با مسئولین و همچنان مقامات کشور ایران صحبت بکنه در قسمت روابط تجاری و همچنان بندرهایی که حالا ما نیاز داریم که اموال تجارتی خود صادر بکنیم و وارد بکنیم. ما هم خواستیم که امی گزارش و همچنان سفر ملا عبدالغنی برادر که به ایران سفر کرده شما هم ببینیم که در این سفر ملا عبدالغنی برادر با مقامات ایرانی چه گفتگو کرده و در کدام قسمت توانسته اینها را قناعت بده تا باشد که روابط تجاری ما بهتر و بیشترتر با کشور ایران شود. شما هم این گزارش را تماشا بکنید، بازم با ما باشین. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء طی سفر خود و جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه 18 اقرب از بندر چابهار بازدید کرد. محترم ملا صاحب در این سفر با مسئولین بندر چابهار دیدار و بر افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق این بندر تاکید کرد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء از طرف ایرانی خواست تا در عرصه دسترسی افغانستان به بندر چابهار تسهیلات را فراهم سازد تا افغانستان از این طریق بتواند صادرات خود را به بازارهای جهانی برساند. طرف ایرانی در مورد ایجاد تسهیلات لازم برای افغانستان در بندر چابهار و همچنان افزایش تجارت افغانستان از طریق این بندر و محترم ملا صاحب اطمینان داد و افزود که تیم‌های تکنیکی دو کشور مشترکاً کار خواهند نمود. در صورت اتصال به بندر چابهار، افغانستان علاوه بر هند و چین و بازارهای اروپا و شرق میانه دسترسی پیدا می‌کند و از این طریق روابط افغانستان با جهان و نزدیک می شود. این بندر برای کشورهای آسیای مرکزی و به ویژه افغانستان که کشور مهاد به خشکه است ارزش اقتصادی خاصی دارد. بندر چابهار برای افغانستان ده ها کیلومتر از بندر عباس و صدها کیلومتر از بندر کراچی کوتاه‌تر است که مصرف و زمان صادرات را به شکل قابل ملاحظه کاهش می دهد. بندر چابهار در یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک ساخته شده است که از طریق آن افغانستان می تواند شرکای تجارتی و ترانزیتی جدید پیدا کند و در زمان کمتر و مصرف کمتر به بازارهای تجارت بین‌المللی وصل گردد. بیننده های عزیز، جهان سپاس. شما همین گزارش را تماشا کردین، دیدین که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء به کشور ایران سفر کرده. امیدوار هستم که به کشورهای مختلف سفرهای مختلف داشته باشد تا بتوانند که از این بابت افغانستان بره به طرف پیشرفت و ترقی و به سوی آبادانی و همچنان در قسمت راه‌های ترانزیتی و ترانسپورتی خطاهن انتقال و صادرات اموال تجارتی ما با کشورهای بالخصوص ایران، پاکستان و آسیای میانه مشکل نداشته باشیم. این سفرها میتواند بیشتر روابط ما را تقویت ببخشه و همچنان همکاری ما را بیشتر با کشورها بکنه. از این بابت تجاران ملی نیز از این سفر ملا عبدالغنی برادر حمایت کردند و همچنان گفتند که باید بیشتر سفرها از طرف مقامات ارشد حکومتی صورت بگیره که بتوانند کشورهای همسایه را قناعت بدن که بندرها را بروی افغانها باز بکنند تا اموال تجارتی و کالاهای تجارتی به کشورهای منطقه و فرامنطقه
برود. به می اساس یک گزارش دیگری داریم که امارت اسلامی افغانستان و همچنان معاونیت اقتصادی رئیس الوزراء دفتر از اینها گزارش نشر کرده که به محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء حین بازدید از بندر چابهار در یک نشست ویژه با حسین مدرس خیابانی والی بلوچستان، حسن کاظمی قومی سفیر ایران در افغانستان، حجت الله عبدالملکی مسئول تجارتی مناطق آزاد ایران، قاسم عسکری مسئول بندر چابهار و شمار دیگری از مسئولین ایرانی دیدار و گفتگو کرد. در این نشست محترم ملا صاحب از طرف ایرانی خواست تا برای مدت طولانی در بندر چابهار زمین با قیمت مناسب برای افغانستان اختصاص دهد تا تسهیلات لازم برای افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق این بندر به وجود آید و برای افغانستان تسهیلات برای استفاده از این بندر فراهم شود تا از طریق بندر چابهار در سطح ترانزیتی افغانستان افزایش به عمل آید. طرف ایرانی به محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفت که افغانستان میتواند سر از فرد و از بندر چابهار برای صادرات و واردات و ترانزیت استفاده کند. با گفته مسئولین ایرانی، ایران در این زمینه آمادگی کامل دارد. در پایان این نشست جهت دسترسی کامل افغانستان به بندر چابهار و در عیسه به وجود آمدن هر گونه سهولت ها و همکاری از سوی ایران در این بخش توافق صورت. آقای صاحب عبدالجبار صافی ابعاد مشخص شده مسئله را خدمت شما عرض کرد، ابعاد گسترده را خدمت شما صحبت کرد. ما میخوایم در بود تکنیکی مسئله خدمت شما چند حرف داشته باشیم. ما تصمیم گرفتیم که با همکاری انجمن صنایع مجمع صنعتکاران کابل متحدانه در رابطه با مهار نسبی که یا مهار او قسمتی از چالشی که امروز به او برخوردیم متحدانه همکاری کنیم، برنامه بسازیم و ببینیم که چقدر توانایی و ظرفیت داریم و چقدر حاکمیت و حکومت حمایت میکنه تا بتانیم با چالشی که امروز برخوردیم اگر کلن نتانیم یک قسمت به گونه نسبی چالش مهار کنیم. خدمت شما عرض کنم که مهمترین عامل رشد و توسعه در کشورها کارگر است، قوای کار است یا لیبر فورس است و افغانستان خوشبختانه بیشترین جمعیتش از 18 تا 45 سال تشکیل میده، یعنی بیشترین جمعیت جوان داریم در سطح منطقه و این جمعیت جوان طبعا قوای کار هستند و عرض کردم خدمتتان که مهمترین عامل توسعه هستند. قوای کار است که مملکت ها را به توسعه میرسانه و مهمترین عامل پنداشته شده. از این بود قضیه اگر نگاه کنیم با برگشت کنندگانی که از پاکستان برگشتند که تصمیم است که تا حدود 2 میلیون برگشت داده شود و اگر اوسط عمری برگشت کننده ها را محاسبه کنیم اکثرا جوان ها هستند و اینا قوای کار بسیار خوب و وافر در مهمترین حرکت اقتصادی افغانستان میشه که پنداشتشان و از استفادهشان. شما بهتر میفهمین که صنعت ستون فقرات رشد اقتصادی است، نه تنها در افغانستان، در تمام دنیای مسئله است. صنایع و تولید ستون فقرات رشد اقتصادی است و تا زمانی که یک مملکت فرایند رشد اقتصادی را تعیین کنه همواره فقیر و وابسته باقی میمانه و یک نکته جالب دیگه شامی که وارداتی باقی میمانه. بیننده های عزیز جهان سپاس که تا این دم با ما بودین. امیدوار هستم که روابط ما با کشورهای منطقه و فرا منطقه بهترتر شود و همچنان افغانستان بره به طرف پیشرفت و ترقی و به سوی آبادانی و در پالی عزیز به تمام کسانی که بیکار هستند و از این بابت میرن به کشورهای منطقه و فرا منطقه مهاجرت میکنند زمین کار مساعد در کشور عزیز ما افغانستان و در اینجا ببنم و در باسازی و آبادی این سرزمین زیبای افغانستان سهم خدا بگیرند. تا ایدار بعد الله حافظ نگهدار، همیشه شاد و خورم و آرام و آباد و سربلند و سرفراز باشین.
رید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.